از آن به سرغمی بودن شمار جانباختگان کرونا و روند فزاینده ابتلا در آمار قطع‌چکانی و مهندسی شده رژیم ادامه دارد. تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2615 نفر که 986 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. در حال حاضر 2833 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی هستند. 120 نفر از هموطنان عزیز رو طی 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که مجموع جان باختگان تا به امروز 9392 نفر هست. در حالی که آخوند روحانی با قسم آیه اعلام کرد که پیک دوم در ایران نداریم، بهزاد معزنی رئیس اداره بهداشت نیروی زمینی ارتش رژیم اعتراف کرد که ایران اولین کشوری است که پیک دوم در آن مثبت بوده است. به افزود آمار نیمه اول فروردین ماه که روزانه 3500 نفر درگیر می شدند و مرگ و میر سرغمی بود، در حال حاضر برگشته و شاید به این علت است که مردم ما خیلی زود زندگی عادی را شروع کردند. معزنی گفت به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی و اقداماتی که در کشور جاری است، متاسفانه از اصول پیشگیری باز ماندیم و سفرها در حال انجام است و این خوب نیست. حکومت آخوندی در اعتراف دیگر به پیامدهای فاجعه بار به قربانگاه فرستادن مردم در طرح مجرمانه خامنه ای روحانی از 20 برابر شدن شمار مبتلایان به کرونا در وضعیت قرمز خوزستان خبر می‌دهد. خب وضعیت قرمز، بعضی از عزیزان گفتن که قراره که از قرمز به سیاه تبدیل بشه. این واقعا نگران کننده هست عزیزان. در فضای مجازی آمار ارقام مختلفی رو اعلام می‌کنن. وقتی که آمار اعلام نمیشه، تقریبا فروردین ماه نزدیک یک ماه بیشتر بود که بله، آمار مبتلایانمون روزانه در حد متوسط 30 نفر بود. بله. الان روزانه میدونید بالای 600-700، حالا اعداد غیر رسمی چیزهای دیگه هم میگن. بله. ولی یعنی که 20 برابر شده بیماری. بنابراین اگر شما قبلا توی پاساژ یه بازار شلوغی میرفتید، 2 نفر آدم مبتلا و آلوده بودن، الان انتظار داشته باشید که 40 نفر بله، آدم آلوده باشه. آش تلمبار کردن پاسداران و مزدوران امنیتی و سرکوبگر در مجلس انقباضی و فرمایشی خامنه ای آنقدر شور شده که در خود این مجلس هم صدای برخی ها را درآورده است. چه چیزی باعث میشه که بیش از 70 نفر از نمایندگان اولویت اول خودشون رو عضویت در کمیسیون امنیت ملی قرار بده است؟ افرادی که توی کمیسیون امنیت ملی میتونن برن، طبیعتاً افرادی هستن، نمایندگانی که کار امنیتی کردن، کار نظامی کردن، اینها خیلی تعدادشون این دوره زیاده.